بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و سعادتمند باشین. از تشریف آوریتان سپاسگزار هستیم. خداوند متعال لحظات رفت و آمد ما به سیمینار و لحظاتی که اینجا سپری میکنیم شامل عبادت قبول کنه و بر ما اجر بده. مخصوصا بعضی دوستا از ولایات میاین، از تخار بعضی دوست آمده، از پکتیا یک کسی پایین گفت که آمدیم. خانه تان آباد، هر چقی که از رای دور میین ثوابش همه قدر خداوند زیادتر براتان بده. زنده و سلامت باشین. امروز 12 جوزاست. تاریخ بخاطر میفهم چون به اساس تاریخ تولد خود میفهم از جنتری جور شد دیگه. من دیروز سالگیریم بود، خودم خیادم رفته بود مصروف می باشم، مقصد فیسبوک دشته می کنم، باز دوستا تبریکی اینا داد. سالگیری من که روز کودک برابر است. همین دوستایی که اگه وقت انتقاد میکنه که چی را می فهمه این گپ زدنش، خب من در روز کودک به دنیا آمدیم پشت خویک هستم، قضیه جدی نگیری. هرچی هیچ کمال از ما ساخته نشد، 40 سال از عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از آل طفلی نگذشت. مزاج طفلی مانده در کلیمو چند سالش دیگه بچه والا که ماسبه کرده باشم. 13-64 به دنیا آمدیم. آلی چند؟ 14-102 هست نه؟ 38 سال بشه. ایره دیگه خلاص شده، هرچی چرت بیزاریم چی وقت به دنیا آمدیم این چیگاتون نگه. بسیار وقت شد. مقصد یک گپ از دینام قدر وقت بیشتر. بهار صاحب گفت، بهار صاحب خداوند تو رو به سخنرانی خلق کرده. خب ما یک تعداد ما هستیم سر خود فشار میاریم یک چیزی بگیم، تو اتومات بر از اینم چیز جور شدی، هم قوارگک نازد، هم صحبت کردنت، هم بسیار چیزای نو میاری، گوش میکنی، بسیار خوشم میاد. همیشه از سخنرانی های کلش برام تازه بوده، بسیار زیاد یاد گرفتیم. دیگه گفت هارد ورک خوش دارین یا اسمارت ورک؟ شما ده اسمارت ورک بودین، من ده هارد ورک هستم بیادر. هیچ اوشموش نیست که من اسمارت کار کنم. خب من از یک سر کار کردیم. من مثال برتان بگویم، همین روزه مثال بتم. از 6 بجه تا بالی درس دادیم، از 6 تا بالی 4 صنف کنکور رد برد درس دادیم و شب هم در شبخانه نوکری بودیم تا صبح پلک پیش نکردیم، تا صبح بیدار شیشتیم. و روز شام تصور که از صبح شروع کرده بودم تا 4 بجه ماینه خانه رفتم، تا 8 شب 8 شب شفاخانه رفتم. خلاصه اینم تو من زیاد کار میکنم، خرکی که کار کردن میگرد امو رقم است. هیچ گفتی از آرورد به سمارت برگ میرسی، بس هیچ سمارت نمیشد، چیزی نیست در کلیبا. دیگه دوستای نازنینم فقط از 38 سال اینم قفت خوردن بازم خوردی که یادمی از آمد کش بودم، از خوردی زامت کش بودم. وقتی خورد بودیم کارای دیقانی بود، چیز کار نیست نمانده باشه از پیش ما. بل زدن، داس، دراو، خرمن مالی، باد کردن، آسیا بردن، چارمغز تکانی، بادام تکانی، گوسفند چرانی، خلاصه چوب جمع کردن، از سر کوب بتا جمع کردن، یعنی چیزی کار نیست که نکرده باشیم. از اون وقت و جمع همی دوره درس و اینا رو کلش همه هیچ هیچ وقت نشده دمی کل عمرم که یک روز به فکر آرام شیشته باشم درس خوانده باشم. اگر نیست سر خود باور دارم زیاد لایق می شدم، ولی کلش کار کردیم. همیشه یک فشار اقتصادی سر ما بوده، مجبور بودیم کار کنم. پیش از اون دوره مکتب که بودم کار باغ زمین بود. وقتی فاکولتا آمدم درس موازی کتش درس کنکور شروع کردم. درس کنکور قد درس می دادیم 5.5 تا 7 صنف داشتیم، 7 تا 8 صنف داشتیم. 8 بجه فاکولته می رفتیم، 12 بجه باز تا دو تا شام برو سوال های از اینا رو جور کن، امتحان های هفتوار می باشه. این همه کلش در کار تیر شده. دیگه تن و دمی چیز خوش هستیم که کار زیاد کردیم، تو بیهوده تیر نشده زیاد. هرچند سمارت کار نتانستیم که یک جایی را بگیره در چشم کسبی خوب باشه، موثر باشه، ولی هارد در هارد ورک دیگه بیخی من میتونم مسابقه بدم. یک وقتی رئیس جمهور گفته بود
یادشان بخیر، ما که سیاست کار نداریم. خود رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که من چند سال 16 سال که چقدر کار میکنم، من دلم بود که بگویم من از تو کدر زیاد کار میکنم. همین در فکرم بود که امیر نشته کنم، دیدم یک کسی در فیسبوک مانده که شیر 4 سال کار میکنه پاچای جنگل است. باز من بود که تیر خدا آوردم، هیچ نگفتم، هیچ نگفتم که من در گروه دوم هستم، تیر خدا آوردم. ما صد آرورد زیاد کار کردیم. دوستای نازنین جوانای گرانقدر، بحث ما در مورد صفات جوان سالم است. در برنامه قبلی 10 صفت بیان کردیم، یک 10 صفت آلیان بخیر بیان میکنیم. اما میخواییم اشاره کنم که جوانای ما باید تکان بخوره. به خاطر دوستای نازنین ما در هر روز نظر به شرایطی که داریم از رشد جهانی که یک سال پسمان میشیم. یعنی دنیا آنقدر به سرعت روان است که با این غفلتی که ما داریم هر روز یک سال پسمان میشیم. و اگر به خود نبیم ظرف یک سال آنقدر، آلی هم خب پسمان استیم. آلی هم ما و شما از قافله جهانی بسیار پسمان استیم. یعنی اگر جهان در وجای خودم استاد چه حرکتی صورتی که ما و شما داریم نرسیم، الا اگه قافل ها برعکس شد که معاول شد دیگه امیدی نیست دیگه. ولی ای دیگه هم پسمان میشیم. در فکر تسخیر فضاستن، سر از ایگه میزنن مهتابه چطور بین خود تقسیم کنن، پایگاه جور کنن، به فکر تسخیر مریخ هستن. جیمز ویب از کهکشان ها عکس روان کرده میره، هوش مصنوعی جور شده رایست. دیگه نیروی نظامی آدم خود روان نمی کنن، ربات جور می کنن، ربات به جنگ می آه. دیگه خود لابراتوارا و تخنیکای از اینا را که بانچ نمی کنن، پسمان می شیم. ما یک خوشبختی داریم، معادن داریم، منابع داریم، آب داریم، ولی اگر در پالیش عقل، علم و مجهز به تکنولوژی روز نشیم، اینا را مفت از پیش ما میبرن، به زور از پیش ما میبرن، یا به قیمت ارزان از پیش ما میبرن. ناچار است. عزیز دل من، بغال مغال گفتن جنگ نمیشه. بله در جنگ غیرت ضرور است باشه، اما در پالی غیرت تخنیک هم باید باشه. ما در طول تاریخ بله جنگای غیرتی کردیم، ولی بسیار شهادت دادیم. این موفقیت نیست دیگه در یک جنگ که از 100 نفر که میریم 99 ما کشته شویم، یک نفر ما بانه یک بیرق بزنیم بگیم ما فتح کردیم. تو نشنیدی خود یکی لاف هست میزنیم یا نمیفهمیم. یکی خود تو امروز شنیدی تراکت های جور کردن که یک شهر میتونه یک راکت خراب کنه. ای تو جنگ ما و تو باختیم عزیز دل من، یک شهر ما یک راکت. یک وقت ترامپ که بود لافش شنیدین، لاف نه واقعیتش بود، خب پتکش شنیدین، گفت 18 میلیون از اینا رو من در یک روز که یک بم میتونم از بین ببرم. جوان عزیزم، تو میتونی استین بر بزنی. از ما کرد چیزی نتونستیم، تو بتونی. صدر اسلام بخوان جوان 18 ساله فاتح کشور می بود، سرلشکر می بود. جوان امروز ما و تو از پشت تلویزیون جدا شده نمی تونه. این تفاوت یک دفعه تو تصور کن، 18 ساله سرلشکر می بود، وقتی بر جنگ می برد پیامبر بزرگوار ما گفت که نوجوان و کودک نمی بریم. ایتو ترام یاد گشت که من قدم بلند بولم شما مربان در این جنگ اشتراک کنم. ما تو من تو رو در جنگ نمیبرم عزیز دل من. میگم 2 ساعت درس بخون، 2 ساعت درس حاضر نیستی بخونی. تو رو نمیگم البته، کلیات میگم. تو این تفاوتی دو جوانه ببین. تو صبح تا شام شدی علا کیت کرد، علا بال کرد، علا فوتبال کرد، علا گل زد، علا نتیجیش چی عزیز دل من؟ یک جوان مثل تو می باشه؟ استاز نبینیم بیبین عزیز دل من، وقتی مملکتت آباد بود، وقتی برابر به قدرت جهانی بودی، تا کس اختار می داد تو هم تکمه زیر دستت می بود،
نه که قرتک زده می رفتی که از تکمهی می آمد سرت بغ 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 رایت گم می کردی؟ وقتی آبت مدیریت بود، معدنت مدیریت بود، خوبترین حاصل زمینت می داد، نه که دیقانت یک سال کار می کنه شکم فامیل خود سیر نمی تانه. مردم بمو زمین در دیگه ممالک تجارت می کنه. بمو زمین 2 ساعت کار میکنه، کل ترکتور، ماشین، تخم ماشین برش میزنه، آب ماشین برش میته، پلوان ماشین جور میکنه، غرس ماشین میکنه، دیقان تو جان میکنه. او از دل ما کل موتو از وطن هستی میفهمی، یک تعداد از ولایت آمدیم، پدر موتو کمرش خم شده سر از او زمین، دست و پایش بی کفیده کفیده است. اینا آیا ضرور نیست که یک دفعه از پشت تلویزیون و تلفن خودت جدا کنیم؟ من نیستم مخالف ورزش، من نیستم مخالف تفریح، من نیستم مخالف تلویزیون، من مخالفی هیچ چیز نیستم، من مخالف خراب شدن اندازه ها هستم. هرچند دوتنی مثل ما و تو تفریح شرم از بر ما، شرم از تفریح بر چی میکنیم؟ تفریح بر چی میکنیم عزیز دل من؟ ولی خیرم، من میگم برو او غیرت در ما و تو نمانده، تفریح هم که 1 ساعت 2 ساعت در روز دما، یک تا برنامه کرکت هم ببین، یک تا فوتبال هم ببین، اما صبح تا شام عزیز دل من مصروف هستی، نازنین مصروف هستی. چیز بگویم میگی دیوانه است. از او عرفا کرچی نشته میکنه، اونا خب ملامت نیستن، یا از من شناخ ندارن، یا درک درست دارن، یا دانشمند هستن، متوجه کم دنیای من میشه. شاگرد صنف ما وقتی میگم بچیم غرق کرکت هستی، میگی دیوانه شده، کرکت چطور بد گفته میتونه؟ یعنی کرکت بد بگوی دیوانه است دی وطن. میگه فوتبال چرا بد نگفت؟ تو در متن فوتبال نمیگم. فلانه سریال میگه فلانه چرا بد نگفت؟ هر چی وقت این کلام می نیست، تو یک توتی گپ باشیدی، هر چی وقتی تو رضایی میکنه غلط است، هر چی وقت رضایی میکنه جفاست دقیق، هر چی وقت رضایی میکنی جفا به وطن، به خانواده، به شخصیتت، به دینت، به شرافتت، به هر چیز جفا میکنی، به هر چیز جفا. ما و تو بیاییم این تعهد بتیم دست به دست هم که ما از امون جوانای غیرتی باشیم. اگر او رقم باشیم همین 400 نفر کافیز برای یک وطن. سیایی لشکر نیاید بکار، 200 مرد جنگی بی از 100,000. و غیرت امروز دوستای نازنینم، غیرت در برادرکشی نیست، غیرت در رگ گردن پنداندن نیست، غیرت در توهین کردن نیست، غیرت در گم کردن نیست. غیرت امروز در درس است، در تخنیک است، در علم است، در پیشرفت است. غیر از این بود بی غیرت شده میری تو هیچ خبر نمیشی، تو هیچ خبر نمیشی. وقتی هم وطنت در دریا مجبور میشه غرق میشه، تو سر بی غیرتیت فکر کن. وقتی مثل یک گل دخترت که اینجا افتاب مهتاب رویش ندیده بود، مجبور میشه در ملک بیگانه بره، و مجبور میشه اونجا در یک کافی شاپ کار کنه، و مجبور میشه اونجا لباس خود به هر دلیل، تاثیر فرهنگ، تاثیر فکری، هر چی پس میکنه، تو سر غیرتت فکر کن. خواهرت نتونستی پناه بیتی، نتونستی یک لقمه نان بیتی، و مجبور شده به او حالت رسیده، یا از شوقم میکنه فضا سرش تاثیر کرده، چون تو یک فضای خوب اسلامی را نتونستی برش جای بیتی. وقتی گوش هموطنت هم میبره، سر غیرتت باید فکر کنی. وقتی هموطن تو را کثافت میگه، وقتی تنها سرش مزدورکاری میکنه، وقتی هموطنت هر روز بتانه به زندان ببره زن و مرده، سر غیرتت فکر کن عزیز دل من. مرا بله همین چیزا دیوانه ساخته، همین چیزا دیوانه ساخته. در خانه میگن سمینار نگی، دوستا میگه سمینار نگی، همین روز جمعه است برای تفریح است، روز جمعه است مثلا به یک نان خوب خوردن در خانه است، ده ها گفت دیگه به یک محفل است، هر جمعه خود یک محفل می باشه، از دوستان ترکش میکنی. ولی اونمو چیزا ما فکر میکنیم بی غیرت هستم، چون قدر کارا را نتانستیم. وقتی کودک ما تو مجبور میشه گداییگری کنه، وزیر پای ما گنج است، بهترین معادن دنیا را داریم،
غیرت دیگه کجاست؟ من خواهی جه احساس نمی کنم غیرت داشته باشم. و امی درد مرا مجبور می سازه، مرا مجبور می سازه که 4 ساعت درسم باتم، چای صبحم نخورده باشم، بازم در خدمت تو استاده باشم، یک پیام دقل روان کنیم. شاید از بین 400 نفر یک نفر تغییر کنه. به می امید کدام ادای کلان نکردیم. دوستا خود تو مشوره می تک نکنه. عریفا مئیسو کمی اوش مصنوعی نگفتیم، مصنوعی گفتیم در یک سمینار 2 ساعته رو مانده، میگه این فرق مصنوعی و مصنوعی رو نمی فهمه. میگه این دستش در جیب مردم است. تو امیره در کمره برش بگو ما 50,000 ثبت نام کردیم در سمینارش. به تو پوله هست در سمینار. در 50 روپا بگو جنگ میکنیم که همین 45 روپا نمیشن فی سمینار. میگه این جیبش دیروز دوستا تبریکی دادم. من خودم سالگره مالگره قطعا یادم نبود. قطعا یادم نبود. خب فیسبوک یک چی داره که اون روزی که فیسبوک جور میکنی اونجا سالت باز خودش سالگره میتن. خب دوستا تبریکی رو شروع کرده بود. باز یکی از دوستا پیام تبریکی مانده بود. یک کس دیگه والا چی خود جیبش در دست مردم، در دستش در جیب مردم است. سیمینار میتن پیسه میگیره. در دیگه ممالک سیمینار میگیرن $100 $200 ثبت نام میکنه، تشویق هم میشه، مردمش دوستش هم داره، نوش جان هم برش میگه که علم یاد گرفتی، نوش جان تی $100 هم از طرف ما بگی. تو باید سرمایه داشته باشی که به فکر آرام بری، کتاب خوب بخوانی، بر ما و پیام انتقال بدی. در اینجا 50 افغانی بگی، پیسه برق دو شامل است، پیسه کامرمن دو شامل است، پیسه صنف و کورس دو شامل است، که کل از اینا طرحشه و از یک سمینار بر ما 1,000 افغانی بانه. او 1,000 افغانی را میبینیم 5-6 نفر که من اینجا سگنان چاشتشانه میخرم. در ای هم دل از او درد میکنه که جیب از ای در دست جیب از ای دستش در جیب مردم است. دستش در جیب مردم است. در حالی که او ظالم خبر نداره که حتی سمینار پول از امکاله ای تکرام توفا ورد یک دوست. خود دخترش خودم پیسهش میتم. مقصدی را توفا ورد برادرکش مریض بود. آمد دوا دادیم جور شد. باز آورد کارت خودم داد. گفت هر وقت که کار بود بیا. اما یک کسی گفت هر وقت نان دلت میشه. گفت برای هر وقت دیدی بابا هم نان دل میشه. خب. حالی ما هم دل بود بگیم برای هر وقت دیدی تکه دلت میشه. خب مقصد کاش کم کارتش میبود. نام تکه فروشیش هم میگفتم دلیسه مریم تکه فروشی داره. دیگه عزیزای دل من. اینی گپ است. امی درد است ما و شما را میکشانه. سعیست؟ منه. من بیخی فکرم جداست. هیچ بخاطر نه شهرت سمینار میتم، نه بخاطر پول سمینار میتم. جمعه است با وضو هستم، دروغ نمیشه. نیازم نیست به این دروغ. گرچه یک کسی اگه 10 میلیون هم از سمینارش میگره، از درسش میگره، نوش جانش. نوش جانش دوزی نکد، آرام نیفته. ولی من او گپا هیچ نیست. از پول تو هم چیز جور نمیشه، به 50 افغانی چیز جور نمیشه. و حتی به خاطر محبوبیت که یک صفت خوب است، به من خاطرم سمینار نمیتم. ما به خاطر یک درد و به خاطر که خداوند یک ثواب بده، یک عالم گناه کردیم، همین ساعت ها شاید شفاعت ما را کنه. به این خاطر سمینار میتم. حتی دوستم نداشته باشین، مثل اونا شما هم بگوین دیوانه است، حسابش خراب است. و در این شک هم ندارم خودم هم. شک نداره. ولی اونو موضوع است و این درد مشترک ما اوتوست و این درد تنها درمان نمیشه. ازای دل من به تنهایی نمیشه. درد مشترک است. یک جای اقدام کردن کار داره. در غیر از او آسیب روبرو هستیم. به هر صورت ادامه بحث خود پیش میبریم. در مورد صفات جوان سالم بحث داشتیم. 10 صفت گفتم. از تکرارش میگذریم. با سمینارهایش از یوتیوب میتونین تعقیب کنین. 11 صفت اگه یک جوان میخواه سالم باشه، اجتماعی بودنش است. جوان سالم انسانیست اجتماعی. مثل شما. مثل شما اجزای دل من. من پیش خود فکر میکنم اگه کدام روز من در مورد فن بیان صحبت کنم، بهار صاحبه میارم میگم اینی فن بیان است. و در مورد جوان سالم اینیم شما را باید بگویم. کامرمین ما
یک کمره داره نمیتونم چیرای ناز شما را بگیره. از امی چی اگه وقت مرا سخنرانی میلاو تو سخن میه چیری برام زیاد دیگه برده خسته سختی. از این امی از زور بگی کم اینا را در ویدیو ببینم پشاندق میشم. من اینا صبح بخیر رهبرای خوب میشن، متخصص میشن، دفتردار میشن. یک روز بریم سرش نگاه هم امر کنیم باز بگه نه نمیشناسم، باز ویدیو را پرتم که نه. مثل یک تعداد دیگه خودشان استاد شده میگه با اولین بنیانگذار هستیم. جمشید یو کی است؟ او کسی نمیشناسه مرا که ویدیوش پرتو بگو بینه و اون کی هست خونه تو دیگه اگه ویدیو تان باشه والا دخویشو پشتان من که شما رو در ویدیو میبینم خوش میاد. دیگه اجتماعی است مثل شماست جوان سالم، اجتماع رو خوش داره، گوشگیر نیست، عزلت طلب نیست، خانه رو تاریک نساخته، خود پت نکرده. متاسفانه جوان ناسالم آنقدر از اجتماع دور است حتی در دسترخان با پدر مادر نمیشینه. پدر مادر گله داره میگه هیچ نان کت ما نمیخوره. عزیز دل من شروع کن، اگه تو رستی مادر نان مرد ای اتاق بیار، به توری اگه هستی بچه خراب است. وقت نان منظم برو دستکای تا بشوی، چار زانو بیشی، بسم الله بگو، پدر مادر سن لقمه زدنت ببینه خوش میشه که اولادم چه خوب نان میخوره. تو میری در او خانه جگرشان خون کی خورد نخورد، پاهرام درست کردی یک لقمه بخور، اوه کیچ کن میگم کرکت را تشویق میکنم کلت کرکت را از من خفه نشه. شما کلتان طرفدار کرکت هستین، خب ما با مو خاطر بدتان تو ناجوان هایی هستین. در وقت نان نبینین عزیزه دلم، نان تان آرام بخورین باز بگیریم خلق چی بگویم. دوران ما که بود بسیار خوبش بود، یک تلویزیون ملی بود از چهار شروع میشد مثلا تا ده شب، ده شب هم تلویزیون خلاص کل که آرام خواب خدا میکرد. آلی سیستم 24 ساعت تلویزیون، یک تلویزیون هم نه صد چینه. یخ بدبختیست به خدا بدبختیست. اینجا رو بگوین دنیا پیشرفت میکنه، اما یک گپ هم هست که باز تنها خوبی ها رو میگیم بدی ها نمانه. رواجهای بسیار غلط هم جریان داره، رواجه غلط هم جریان داره که اینجا افتخار به مسلمان بودن خود به اخلاقی بودن خود میکنیم و افسوس به این میکنیم که بعضی هم وطنهای موتو هم دمو محیط میره که مو غلطی ها یاد میگره اولادکایشان. بسیار گپای غلط هم در دنیا جریان داره که از عامله شدن مرد شروع و تاکچی و چی کنایش بدبختی هاییست که میشه آرام سرش گپ بزنیم، کالی کوتا گپ بزنیم، باز بعضی ها غلط فهمی باز عمله میکنن، طرفدار دارن. اگه تو نور میگه چرا گفتی مرد عمله نشه سرزی عمله میکنه چی بگیم؟ گو خیر باشه. بنان جوان سالم جوان اجتماعی در اجتماع میره و دین ما و شما سر اجتماعی بودن زیاد تاکید کرده. چرا نماز جماعت بر نماز تناگذاری ترجیح میده؟ من فکر میکنم به خاطری که بریم اجتماعی شدن یاد بگیریم. اگر این نماز در دو صورت میخونی در مسجد تنها فشار سر تو کم میشه، یک قسمت زیاد ملا پیش میبره اما ثواب تو زیاد میشه. چرا؟ تو میری از مردم قریت خبر میشی کی جور است، کی ناجور است، چی گپ شده، چی نشده و تو جرات یاد میگیری. نماز جمعه را چرا میگه در مسجد جامعه برین؟ از چند قریه کابل خود یک کمک فرق داره، اینجا مسجد ها فرق داره. در اطراف که هستیم ما یکی مسجد قریه خود داریم، یکی مسجد جامعه داریم. در مسجد جامعه از چند قریه جمع میشه؟ ایدگاه که میشه بیخی یک مسجد کلان ایدگاه است که از کل این قریه اونجا جمع میشه. سعی کنین مراحل اجتماعی شدن. حج که میشه از کل دنیا جمع میشه اجتماعی شدن. جوان سالم اجتماعی است، گوشه‌گیر نیست، ضد انسان ها نیست، دور از انسان ها نیست، با مردم خوش است، در یک رابطه برابر خوش است. و این لطفا تمرین کنین. چرا جوان کم جرأت شده میره؟ چون از جماعت خود چی میکنه؟ دور کرده میره. اینجا که توی روز اول برد سخت است، کسایی که نو بوده باشه چطور برم سیمینار کسی سونه من سعی نکنه چیزی نگویه، اما میگه میشینی این گفه نبود خوشت میاد، دیگر روز به شوق میگه چون راحت احساس میکنی، مردم هم میبینی، یاد میگیریم از مردم. اما گفه طولانی نستم گوش کنین. جوان سالم اجتماعی است، از بودن در جمع لذت میبره، اما جوان ناسالم اول در جمع نمیاد، در جمع که میاد نارام از دربان قلب ها کلگی سون مسعی میکنه وار خطا چه بس که دیگه دکتر سون که زود از اینجا برای نارامک ایتو نمیبار.
و طبیعتا قادر است ارتباط خوبی با سایر افراد بسازه. آه جوان سالم زود دوست پیدا میکنه. در یک محیط آمد، سلام برادر عزیزم، خوب است اینجان؟ سلام، باز دین برد گفته سلام بده، پیش قدم شده سلام گفته. تو باید رابطه، جوان ناسالم میره 20 نفر هم دو مشلسی گوشه گه رفته پتک ششته گردر پت یک کس آچه برده یک می سلام علیکو بیشی قصه کو پرسان کو چی گفت شده خدا معرفی کو ما فلانی هستم اینی گپای خوب است این برو امتیان که دکارسی برو دکارسی برو یک چهار نفر شده و تو هم دمیز برو یک دو تا صفت جوان سالم ها از پیش رفته امروز گفت زن با خدا کل می سنو تمو تو سعی نکن که چی بچی هست این شروع جوانان اجتماعی همیشه موضوعات شیرین و دلچسب برای صحبت کردن داره. یاد بگی گپ، یاد بگی که جایی برای گفتن داشته باشی. یک دو تا فکای گپ در یک مجلس کارسی که رفتی بگو. یک چیزی که صحبت کردن باید تو که میری منیس یک رسالت بگو. ما که هر جایی میرم باید یک گپ انتقال بدم، یک معلومات انتقال بدم، منیس ثواب. تو محفل عروسی تا میری، محفل ختم میری، یک جایی میری پیش خود یک فکرام کو پیش از رفتن که من میرم در این محفل چی بگویم. مثلا بهار صاحبی جامعت دوستای دیگه محمد سخنرانی کردن، خیلی ببینید شما هنوز آشنا نیستیم، کم کم آشنا چند روز که بیاین باز من خوب پیر هستم باز تکرار شد و نامیات میگیرم حافظی ما او دیگه چی دایش مانده دیگه. خیلی ببینید این اینجا یک چیزی پیش خود فکر میکنه جوان سالم، میگه برام اینی معلومات بتم، هم محفل آمد هم ثواب برد. بهار از دیگه ما قدر خوب بود اینجا، مثلا تو آمدی یک ثواب بردی گوش کردن، بهار هم آمد گوش کرد هم یک چیزی انتقال داد. متوجه است هر کدام ما باید گپ داشتم. خانه که میریم همه امروز خانه که رفتی، همه امروز خانه که رفتی بیشی بعد از نماز جمعه چیزی که اگر پیش از نماز جمعه خانه رفتی بعد از نماز در نماز جمعه که می خلاص شدی که یک دو نفرم قصه شانه بشانه قصه کده برای یکم چیز بگم، خبر داری دیگه مردم پیشرفت میکنن. حتی یک چیزی یاد بگی ملا را بگو، بگو ملا صاحب 5 دقیقه از خود بیت وقت نمیتی که ما یک سخنرانی گپ داشته باشم در مورد عدم پیشرفت جوانای مسلمان. چه زیاد بگی این رسالت من کار که ثواب اینا می رقم برده میشه و می در ثواب خداوند متعال تو نگفته دیگه کو بالا شو که باز من تو رو ثواب بدم. ده بسیار چیزای ساده ثواب بر تو مانده. جوان سالم همیشه مثبت شاد و با انگیزه است. آ بچه یک رقم دیگه نرید تو ده محفل هتر هر کس ببینه خلقش دنگ میشه میگه خدا این دمیز ما نشینه اما تو یه دان دروازه که میایی می کلگی بگه این دمیز ما نشینه هاید کماز داری هم کلگی جای بیکار بگنه بگه بیا که مف کجاست که میگه مست باش شاد با انگیزه خودم منزوی نساز. دین ما از هر دین آیین دیگه که زیاد تاکید ورزیده بنان صفت 11 اون ای بود. صفت 12 جوان سالم، جوان سالم درگیر اعتیاد نیست. جوانی که معتاد است او جوان سالم گفته نمیشه. اعتیاد دوستای نازنینم اعتیاد وابستگی داره. اگه به یک چیزی وابسته استی تو جوان سالم نیستی، تو معتاد شدی. اعتیاد دوستای نازنینم دو نوع است. اعتیاد چند نوع است؟ وی نام خدا، یک اعتیاد مثبت یکی منفیش. از منفیش خدا دشمنت هم دور نگاه کنه، دشمنت هم اونایی که حتی پشت ما بد نشتن اینه خدا هم نارم نگاه کنه. مواد مخدر، چرس، تابلتکا، زیگف، ایروین، گویم که نامایش هم چندان نامان سچ که نگوین چرا کلش اولاد هستی یا در ما دکتر هست و میخونونه 12 خاندان مواد مخدر ما مواد ایتیادوار هم میخونیم اوقات رو نگویی که کلش استیمال که دیگه چی ظالم های هسته اینه نالی برین کلش استعمال کرده بود تو نامایش خوب یاد داشت یک بدبختی خدا ای وطن نیسته که بگو یا بیدر زیاد کرکت نبی، زیاد سریال نبی، زیاد فوتبال نبی، اینا بدآموزی داره. میگه خیر تو که ندیدی چی فهمیدی؟ خب برو من یک بد کردم دیدم
فرق میکرد دیگه ایست که دیگه دیده رو ایست من تو رو میگم دیدم خراب بود نبی سعی ایست برو من میگم تو مدیدم تو رو میگم نبی خراب است نبی نبی تو خود چی تو فهمید دخانیات دخانیات دوستای نازنینم که دود هرچی داشت آسیب زننده است از زکای دل من که سکای اویت خراب میکنه پروسی اکسیژن رسانی خراب میشه سکته مغزی سرطان ها پیری زودرس مرگ زودرس ای یک عالم بدبختی ای وسایل الکترونیکی عزیزای دل من ای تلفون بعد رقم ایتیاد داره او بعد رقم معتادت میسازه ای که معتاد تیک تاک تو بعد رقم تو رو نمیگم تو رو نمیگم دیگه ایک نامده اونایی که یال در تیک تاک مصروف هستن کبام تش در کارهای خوب هم هست اونا قار نشون خانه تا نباد ای جوان نازن من که بدار چیز میگم تو که خوب هستی تو خود دوست دارم دیگه تو فوقلاده هستی در قلب من من یکم دفعه شاگردار یکم تایش بعد میگم بازونی دیگه میگم ولی ما رو نگفتی و بچین تو که خوب هستی تو خوب بیخی جایگاهت بالاست این سمت مثبت فکر کن جوانایی که از ما هم کرده کارهای سازنده داری نوش جانتان دستایتان قابل بوسیدن هست خب دم زمان متاد چی هست؟ تیک تاک فیسبوک اینستاگرام پاپ جی همزمان چند تا ایتیاد مثل که کمی روحیم بزنی هم سرش تابلیت که هم بزنی هم بطه مقریر کش کنی دیدی اگام تا بطه متاد هست آقا میام پنج شش تا سندروم از بیخی بنان وسایل الکترونیکی همی تلویزیون بیوجدان بسیار و خدا ما یک بدم شده یک بدم شده این دشمن افغان ها من فکر میکنم یک چند وقت این برقا خراب شده بود لذت میبردم از بی برقا لذت میبردم تلویزیون ها گل بود در خانه تلویزیون ها گل بود تلفون ها چارج نداشت باز مجبور میشد پدر که در اولاد قصه کنه اولاد کنه میگه یک روز تلفونم چارج نداشت تلویزیون گل بود دیدم والا اعضای خانواده هم خوب مردم هست اینا بسیار از این خدا دشمنای ما رو نگاه کنه تلویزیون ببینی یک ساعتک برنامه های آموزنده اگه دو سه ساعت میبینی نوش جانت از تلفون تیگام کتاب سیمینار گوش میکنی یک ده دقیقه از خیره تیک تاک ده دقیقه ست بسرد نه که من تیرو بگویم برو تیک تاک خب میگم یعنی اگه ده دقیقه در تیک تاک هستیم به کتت مشکل ندارم ولی در پالش کارهای مثبت ولی به خدا روزی که لذت کتابه لذت سیمیناره لذت یادگیری بینی تیک تاک میکاک اصلا خوشت نمیه اصلا خوشت نمیه و پیش خود یک فکر کن آیا پروفیسور آیا آدم دانسته در تیک تاک مصروف است ای بچه‌م دانه کوچه یا در تیک تاک است این ولی انتخاب توست دانه کوچه ای واره عمل میکنی یا پروفیسور واره این را خب با نزی خدا نگاهید کنه اما یک ایتیاد دیگه هم است ایتیاد مثبت مثبت خوب ایتیاد است نه امی مثبت از یان بد است هر چی که از اندازه زیاد شوه ایتیاد میگه و دین ما میگه نه افراد کو نه تفرید حتی در عبادت افراد برات نمیگه نمیگه برو غار نشین شو عبادت کرده برو بنان کار زیاد ایتیاد است درس زیاد ایتیاد است ورزش زیاد ایتیاد است یک بعضی ها 3 ساعت میگه کلم میرم 3 ساعت چی میکنی؟ خلط 3 ساعت کلم قلب تکلان میکنی سرگردیت فشار میاری اندازه هرچند در این وطن میگم زیاد درس بخونیم بیاییم کار کنیم خب بازم از نظر علمی گفتمشه نه ما زندگی رو در یک توازن نگاه کنیم در جایی که زندگی بسیار نرمال است زندگی 888 میگن 8 ساعت کار 8 ساعت تفریح و عبادات و رفت آمدت 8 ساعت هم خواب خب ما و شما از 8 ساعت میتونیم یک ذره بر کار بکشیم کار کنیم گوش کنین دوستای نازنینم جوان سالم درگیر اعتیاد نمی باشد اعتیاد با حالتی گفته میشد که یک شخص وابسته به یک عمل مشخص باشد اشخاص معتاد برای ارضا کردن خود مجبور به تکرار دوامدار یک عمل می باشند و روز به روز عمر زیاد ساخته می رن. مثل که تو در تلویزیون یعنی باز تکرار کنم مخالف ورزشکارای ما نیستم مخالف چی بود نامش کرکتا نیستم
ولی معتادی تو را مخالفش هستم. تو معتاد هستی عزیز دل من. اید دلت سیر نمیکنه. یه مسابقه های ELP بود نامش؟ IPL. تو غرق IPL هستی عزیز دل، معتاد IPL هستی. میگم معتاد نباش. به خدا نمازت میمانه به خاطر IPL. این خودت پیش خود یادت بیار. احترام به پدر مادر میانه، پدر ترمش از جایت یک دفعه استاد نمیشه، یک پرسانش نمیتونی، تو دای پیل غرق هستی. اینی چیزا خراب است، خطرناک است. درس امتحانت خود مانده و مانده. اعتیاد دو حالت داره، یکی اعتیاد منفی، یکی اعتیاد مثبت. منفیش خدا دشمن ما رو نگاه کنه، مثبتش هم یک ذره اگه خیر دیگه کمکی اگه بودین باز ما طرفدارش هستی یک کم یک قدر زیاد. اعتیاد منفی عبارت از معتاد بودن به سیگارت، مواد مخدر، خودارضایی، صفات اجتماعی و امثال هم. اعتیاد مثبت شامل بیش از حد درس خواندن، بیش از حد ورزش کردن، بیش از حد کار کردن. بعضی ها دائم در کار غرق هستن مثل من. در صورت اعتیاد داشتن باعث میشه تا نظم زندگی بر هم بخوره. این یه خطرشی که در مثبت هم باشه خطرشی است. تعادل زندگی بر هم میخوره. در قوم خیش داری؟ نمیتونی بری. اینم یالی محفل است و من نمیرم. نظم زندگیم چی شده؟ به خاطر اعتیاد کار بر هم خورده. به فامیل خوب رسیده نمیتونی. اول یک مریض پرسان کرده نمیتونی. متوجهشن خطر اعتیاد همیست. نظم زندگی رو بر هم میزنه و انسان بدبخت میکنه. جوان سالم به جوانی گفته میشد که زندگی خود را در حالت تعادل قرار میده و درگیر اعتیاد نمیشه. نظامی بزرگوار چی گفته؟ نظامی هم کدام گپی گفته؟ من گفته افراد تفرید نکنیم. گپش هدف شاعرانه بوده که افراد تفرید نکنیم. صفت 13 دوستای نازنینم، من میفهم در 100 صفت گرفتیم که جوان سالم درس خوان است، مطالعه میکنه، اما 3 تا مطالعه خطرناک است نکنیم. جوان سالم مخصوصا پیش از دوره ختم پوانتونت که 21 یا 22 یا 23 دمی سنان میباشه، 3 مطالعه را نکنی عزیز دل من، خطرناک است برد. 1 دنبال فلسفه نری، خطرناک است. ذهن تنوز خام است، منحرف میشی. نمیگم فلسفه خواندن هیچ نخوان، ولی تا تو به یک پختگی نرسیدی لطفا دنبالش نرو. تو اول امید فاکولتی تخلص کو، امید خود فاکولتی تخلص کردن دیدت روشن میکنه، استاد میبینی، صنفی را میبینی، کتاب میخونی، محیط میبینی. تو وقت تصمیم درست گرفته میتونی. در غیر از او کسایی که خرد فلسفه را شروع کرده حتی مشکلات روانی پیدا کردن، منحرفت میسازه، زورت نمیرسه. کل فلسفه های کس فلسفه های درست نیستن. بعضی مکاتب فلسفی بسیار خراب که نتیجه شونمو کارهایی که در غرب امروزه جریان داره. میبینی با سگ آروسی کرده، میبینی با گودی آروسی کرده، چیزایی کسی. ولی امروز یک چیزای دیگه در فیسبوک نشته بود که یک ورزش دیگه را جور میکنه که در او ورزش تو حالی معتاد نشی، از او خدایت نگاه کنه. یک ورزش نو امروز گفته بود که خیلی دیگه شاید ورزش نبود. این حالی گوش کنین، کل مکاتب فلسفی سعی نیست و تو که نفهمی، تو که پخته باشی میفهمی این غلط است. اگر نباشی خراب. یک، این مطالعه پیش از وقت درست نیست. دوم، سیاست عزیز دل من، پیش از ختم دوره تحصیلی نرو دنبال سیاست. صرف 12 است پر دنبال سیاست چی میکنی؟ استعمال میشی. کل ازبای سیاسی هم ازبای درست نیست. پول میگیره بالا. یک دفعه بام به پختگی برسی، دست چپ راست خوب بشناسی، خوب و بعد جدا بتانی، حق و باطل بفهمی، بعدش باز درست است. و سوم، مطالعه در مورد مذاهب دیگه، در مورد ادیان دیگه پیش از دوره تحصیلی نکن لطفا. اینی 3 مطالعه خطرناک است. گوش کنید، ای 3 تا دور می باشه. با وجودی که مطالعه و داشتن دانش زیاد در زمین های مختلف کار خوب است، هر چیز بفهمی خوب تر است، پسندیده است، اما مطالعه و وارد شدن در فلسفه، سیاست و مذاهب دیگر قبل از سن 24 سالگی می تواند برای جوان مخرب باشد. بعد از 24 سالگی میتونی مطالعه کنی، یاد بگیری، بفهمی، دلیل بتانی، رد بتانی، قبول بتانی، تحلیل و تجزیه بتانی، صحیح است. پیش از او درگیر نشو، پیش از او سر رشته کار کن، متخصص خوب شو. در رشته باید گپ اولا بزنی. مثلا تو زراعت خواندی، در زراعت باید تشریح بدی مردم ایران بونه که یک درخت خوب چطور رشد میکنه. تو مثلا مالداری خواندی، یک مالداری رو تشریح بدی. تو طب خواندی، رشته تا مثلا در مورد قلب گپ زده بیر که مردم بگه وا وا.
ما چی متخصص قلب هستیم پیش سیاست ما کم گرفتیم. گپ اصلی از پیش با مانده در قلب چی نمیفهمی چی نمیفهم در سیاست. اوه این پوتین چی کرد؟ ترامپ شد؟ جو بایدن این کار کرد؟ از ما بدتر سر کل دنیا گپ زدن. نکنید رشته تان خوب یاد بگیرید. خب و سیاست چرا خرابت میکنه؟ سیاست امروزی اکثرا با فریب و دروغ است. به همین خاطر دیدین در بین مردم هم رواج سیاست دروغگویی، در حالی که تعریف سیاست تو نیست. سیاست مردمداری، سیاست مدیریت خوب است، سیاست رهبری خوب است، سیاست تحلیل و تجزیه خوب است. اما متاسفانه کت دروغ و فریب قدر زیاد شده که مخصوصا کت کارهای ماکاویلی که میگه خیلی دیگه پشتی یز بز بازی نگرد جگرهای تا خون میکنه. دیدی رهبرای کل ازبای تو پیسه دار هستن، خانهای بهاری، خانهای زمستانی، خانهای تابستانی، خانهای دبایی، خانهای ترکیهی. تو چی؟ هیچ ترتک زده زنده باد مرده باد زنده باد مرده باد. اکنی عزیز دل من نکن عزیز. چارده این گپ جوان سالم درگیر مود نیست. یک جوان که دیدید کلا مودل مود بفهم که سالم نیست. یک جز سلامت پیشش چی شده؟ یک پرزی سلامتی کم شده. مود انسان بدبخت میکنه عزیزای دل من، مود بدبخت میکنه. استاد یک به سرواز ما نرسیم، برس عزیز دل من. این گپ من از گپ دین است. پاک باش، ستره باش، حتر بزن، لباس تا پاک نگاه کن، سترگک بیا، قندول باش، مود نباش. مود اگر در مسیر زیباییست درست است، ولی این واسکت مودم است، زیبام است، صحیحست. ولی مثلا یک ایسونه پارک کده باشم، چهار تا جیبی جا قطارک داده باشم، این نیمش آستین داده باشم، نیمش اتو کده باشم، کسون آدم سهمی چی جور کده خودم، زانوی میچه از یک پدلون اینا قگه کش مارد کرد پشت دخترها گفت نزده خفه نشه. میگه در خارج، در خارج بگی یک دختر میکرد قگه کارایش، در افغانستان بگی قارایش میکرد یک کوکی دختر هست بشه که فیشن که فیشن. اینو به بچه ها بگوی، به بچه ها بگوی، خب به بچه ها که دختر ها نیست بس خفه نشه. در خارج بگه بچه ها میه کت قگه موت، یک بچه کت قگه موت، در اینجا این قموت میه بازد توش میبینی یک بچه که کم روان است خب که مویمت تو باشه، که ایت تو باشه، که ایجه یک تا علقه باشه، که ایجه یک علقه باشه، که ایت شده باشه، ایجه دو تا خطنگ داشته باشه. عزیز دل من خدا وقت تضایی میکنی، وقت تضایی میکنی. اگه از بیادرتان میشنوین، یعنی چیزی که من به اولاد خود، به بیادر خود روا میدارم، به خود روا میدارم، من میره دل سوزانه بر تو میگم، پاک باش، ستره باش، یک بوته لکت رو داشته باش، خوشبویان بزن، خدا لکس نگاه کن، ولی لطفا درگیر مود نشو، مود بدبختت میسازه. مجلس بچگان است میگیم دیگه، همین خیر حالی آمده گپ بند نمی کنیم. اگه کسی جرام سراخ کرده بکنیم بی بیش گفت بچه ای چی حال است؟ ای چی هیجه 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 گفت مود است. گفت بچه گلم مود میره خو سراخهای تو باز میمانه. خیلی زیاد سراخ سراخ نکو عزیز دل من، مود خرابت میکنه. درگیر مود نشیم. در رفتارای اجتماعی یکی از خرابترینش مود است. درگیر زیبایی باشه، درگیر درستی باشه. با می خاطر مود پرست که شدی، جلوگر شدی، رهبر میشی، از صبح تا شام سر آرایش خود مصروف هستی که دریشیم اق قیمت، ساعتم اق قیمت، بوتم اق قیمت، نکتاییم از فلانه جای. او بیا در دک ملکی که از گرسنگی جان مردم بر آمده، تو لباس های چند هزار دلاری که چی فرق میاره در شخصیت تو؟ چی هست درگیر مود شده؟ نشین گوش کنین بخوانیم چی هست. مود یک اصطلاح ریاضی که در ایسای خوازی میگذاریم از او گپای ایسایش، اما به طور عام به چیزی گفته میشه که تعداد زیاد. کسایی که ایسای احتمالات میخوان اما جایی که زیاد تکرار شده باشه او را به نام چی یاد میکنیم؟ مود یاد میکنیم. مثلا در ارقام داریم یک ارقام سه دفعه تکرار شده، مثلا عدد 4 سه دفعه اومده باشه، میگه مود از این ارقام چند است؟ میگیم عدد 4 که 3 دفعه اومده. مود زیاد که باشه، اینا یک چیزی را که زیاد مردم استفاده میکنه او رو چی میگن؟ مود میگن. مثلا یک لباس خاص، موتر، موبایل،
مخصوصا مثلا ام یک چیزی که در افغانستان مود شده اینمی تلفون های آیفون مود شده، مردم نان خوردن نداره، الا که 12 شب آمد الا 13 شب آمد تو نام تو مردم گم که دیگه یک صنعت شیری صروف جدا جدا میگم چون که دامتان باید تا نست یا نیست یک کلمه را جدا جدا میارم یک صنعت شیریز باز خیر دیگر دفعه انشالله بایدم باشه او را براتان میگم در بدی و بیان است. مثلا میزه میخواه بگه میگم میم و یا و زی چطور شده جدا جدا میگم اونم شرکت ها خیوره ساخته را ایس مردم هم نان خوردن نداره تلفون تبدیل کرده رئیس. یک تلفون آیفون که میخری یک سال کار است، مدل یک سال کار با ماشی که در افغانستان است، یک سال کار که یک تلفون بخر او بشکنه دلت کتش چکسته گم شوه افسرده استی. با خدا نامزاد ها جنگ داره، نامزاد برش 12 خریده بوده آلی 13 آمده جنگ داره، گفشان در سرحد طلاق رسید. دروغ فکر نکنید این بمی لو همای نخانه میه جدا جنگ تو چرا در گفتان در طلاق رسیده ولی دو نمیشه دکتر سن. چی گپ است؟ سر تلفون جنگ داره، دختر خالش 13 خریده 12 داره. دختر گلم این 12 را چی استفاده کردی؟ تجارت آنلاین کتش کردی؟ کتابا را خواندی؟ این دیگه زورش نمیرسه با پروژه‌ای که تو پیش میبری؟ چی است؟ اما با مود تبدیل شده داری نداری بخر قرض کو خو بخر و این دقت کنید بسیار کار بیارزش. جنگ سر لباس بوده در آروسی، ایتو آروسی هایی که کارت توضیح شدگی است، شب جمعه مثلا آروسی است، آروسی را میخوای لغو کنه. چرا؟ داماد میگه این رقم بپوش، این میگه نیمه این رقم میپوشم. چرا؟ این مود است. او خوارک گلم تو زن عزیزتی یا زن مردم؟ اگه زن عزیز هستی میگه این رقم خوشم میاد، تو میگی نه مود است مردم این رقم میخواه. مردم چی کار داری؟ چیز درگیر مود شدن حتی محفل عروسی را میخواین خراب کنن. این غلط است، لطفا درگیرش نشو. پرده خانه تو باشه، قاب تو باشه، رنگش فلانه رقم باشه. و این مود متاسفانه یک معضل اجتماعی است و بعضی وقت جوان خودش ما دیدیم، یعنی بارها دیدیم یک لباسی پوشیده به خدا خودش کتش نارام بوده، خودش یعنی نارام بوده اتستادش و ایره کشکی تو میشود تو که چرا که نارام است؟ چرا میپوشه؟ مود است، خودش هم نارام است ولی چون مود است میپوشه. این دفعه امروز که رفتین ایسایه بگیرین که در خانه ما، اطراف ما، قوم خیش ما چقدر لباس و کارشان به اساس مود است و مود بازار تجارت اوخ میفهمه بازار تجارت سرت مندازه و درگیرت میکنه. یعنی سالانه میلیاردها دلار اگر برد بگیم که سر یک مژه و لنز مصرف میشه، شاید دروغ نگفته باشم، این باور کننده نیست. گل واری چشمک ها خداوند متعال برداده نه یک لنز برد چشم سرخ، یک چشم حتی با خراب شدن برابر میکنیم که نه مده این لنز مندازیم که دارسی یه تو معلوم شد بچار. البته میگم خواهرای گلم بچار میگم، خب بچار میگم خدا خفه نشه. چی یک لنز بچار لنز مندازه، بچار لنز مندازه، چشمایتان خراب، بعضی وقتی زود خراب میشه، دلارا مصرف کی لنز انداخته. بچار ناخون میمونه یک ناخونای و واقعیت سزاوار هر نوع بدگویی هستم، خودم قبول دارم. مثال خوب دادن نمیتونی مثال خراب. خب میگم درگیر مود نشین، راحتی زندگی رو یک دفعه تجربه کنین. تو میگم یک ماه مود بگو مود ایچ بگو به شرف مود نالد، تو بگه همه تو راحت به خدای که زندگی رو لذت ببری که دیگه مود بدت بیه. بد رقم مسترب ساخته مردمه، بد رقم درگیر ساخته، حال مردم خراب کرده. لطفا درگیر مود نشو. حتی بعضیا اگر برتون بگین که سیگرت به خاطر مود، چرسه به خاطر مود، قیلون مود شده در وطن که او بریم قیلون نزنیم، بره بزنیم مود است قیلون، کلی که قیلون داره هم میخرم یک تا قیلون دیم خانه نخرم بخر خودت خواستی اولاده کارم بیاده روی خوردم کنه قیلون باز کن. مود شده در خانه دیگر دوستش رفته که در سر میزشان یک قیلون بده، یا سر میزشان باید چی باشه؟ قیلون باشه.
مثل می خانایی که شروع کرده بودن یکی یک میلیون دلار خانه جور میکرد، تو دیگه یک و نیم میلیون دلار، رو دیگه دو میلیون دلار. مود شده بود که اگه تو رهبر هستی و پول داری باید خانه های توری داشته باشی. خود در گپو من نیست دیگه، در یوتیوب ها مندازن. سابق که میگفتم میفتی دروغ می دیوانه شده، حالی خوشبختانه در این صحنه آمده دیگه. بنابراین لطفا از این مود بگذاریم. بعضی وقت حتی این مودا غیر اخلاقی شخصیتتونه تخریب میکنه. مود پرست نباشین، زیبایی طرفدار زیبایی باشین. خداوند زیبا، زیبایی رو دوست داره، ولی مود چندان چیزی نیست. جوانی که درگیر مود میشه، درگیر مود میشه، میفهمی یک بدبختی دیگر رو بگیم، در خارج زیاد رواج است، در اینجا رواج شده بود، مچ مالی است یا نیست، افغانای ما کس خارج میام. یک مثلا اینمت یک اینمی لباس است، عین تکه، عین کیفیت، فقط اینجا یک مود مارک داره، به خاطر یک مارکی چند صد دلار قیمت تر خریداری میشه. و بین خود یک چشم هم چشمی جور کده که اگه از این مارک نداشتی تو در اون محفل بری خار مالو میشی، چون این مارک نداری. جوان نمیشه سالم هم تو بی مارک بره. یاد به تمردمه که اینم بی مارک آمدیم بسیار با شخصیت، چهار تا گپ خوبا میگم، کدگاه دانشان واز بانه که گپ یاد ندارن. بله مارک پوشیده ولی کلش خالی است. اگر شخصیت ما رو خوب نسازیم، میگه بر رنگی که خواهی جامعه میپوش، من از طرز خرامت، از طرز خرامت میشناس، از راه رفتنت مردم میفهم که خیری را میری. الف لام الف غین، الف لام الف غین، کی یک ذره ادبی بیه که اعتراض سرویز میگه در سیمینار چی چیزایی بیه. بنان از وطن یک ضرب المثل بود، میگه چی کنه بلا ملوف نون زرین فامیده شد. اینجا را که جور نکنی فایده نمی کنه، فایده نمی کنه. لباس شخصیت تا نمی سازه، لباس شخصیت تا نمی سازه. یا بعضی وقت یک چیز بسیار قیمتی می پوشن که فلانه و نرمندی را پوشیده، فلانه فوتبالیستی را پوشیده، فلانه کرکت بازی را پوشیده و بازار تجارت هم می کنه برای از او می فامن. دیگه مردم مطالعه می کنه، زای دل من جامعه شناسی را میخونه، روان شناسی را میخونه، رفتار انسان‌ها را مطالعه میکنه. میگه مثلا بر افغان‌ها در جان کرکتر یک لک دلار میته، مثلا مثال میگم، گالی خدا گردن من نگیره، مثال است هر چی که مقصدی را میته. میگه لباسه بپوش، یا لباس از طرف من تحفه برد که میفهمه کی ری پوشید. او دیگرایی که کیچکو آ لباس این رقم لباس پوشیده بریم، اونم لباس سر قد بازار مفروشه، تا خبر میشی جیبت کلش چیست، خالی. برو زحمت بکش، از عبادت بان، از خانواده بان، از صحت بان، او را پس برو به کمپانی والا بده که مود پوشیدی، به درد نمیخوره. موضوع زیبا پسندی با مود پسندی کاملا متفاوت است. جوان سالم هیچگاه خود را در گرداب خطرناک مود نمی اندازد، ولی آره چیزی که خوب پسندیده باشد را دوست دارد. یک جوان سالم به جای پوشیدن لباسهای خراب و مدروس، لباسهای پاک و زیبا می پوشد. به نوع نتیجه می گیریم که جوان سالم به جوانی گفته می شد که سلیقه و انضباط شخصی خود را رعایت کرده و به دلیل مود بودن دنبال کارهای ناشته و غیر اخلاقی نمی ره. ولی یک کدام روز یک چیزی مود شد و اخلاقی هم بود بکن، ولی غیر از او اشتباه می کنی، از سلامتت کم میکنه. پانزوام، جوان سالم مطیع حقیقت است. عزیز ما یک شعر خوانده در اول. دوستای نازنین، دوست ما شعر خوانده، ما یک پلیلیست داریم به نام صحبت‌های اشتراک کننده. شعرشان تمامش در مورد اینمی اصل بود که دنبال حق و حقیقت باش. جوان سالم دنبال حقیقت است، حقیقت شناسایی میکنه و پایبند حقیقت است. غیر از او ضرر میکنه. غیر از حق و حقیقت دنبال هر چیز رفتی ضرر است. دقت کنین، احتمالاً جمله مشهور گرخواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش را شنیده این. بله شنیده این، چقدر جمله خوب است. نه بسیار جمله خراب است. هم رنگ جماعت نمیشه جوان سالم. خب مودم هم رنگ جماعت بود.
جوان سالم امرنگ حقیقت میشه. گر خواهی نشوی رسوا امرنگ حقیقت باش. گر خواهی نشوی رسوا امرنگ خوبی باش. گر خواهی نشوی رسوا امرنگ درستی باش. حتی اگر در حقیقت رسوا میشی بان شوی، دنبال حقیقت باش. دنبال جماعت نباش. دنبال جماعت تنها در یک صورت درست است که جماعت سالم است. جماعت درست است، جماعت درسخوان است، جماعت ورزشکار است، جماعت با عبادت است، جماعت وفادار به وطن است، جماعت وفادار به دین است. تو در یک وزارت میری کلش زحمت میکشه، کار میکنه، سر وقت میای، رشوت نمیخوره، بله هم رنگ شو، ولی تو در یک وزارت میری رشوت خوری است، وقت ناوقت بیا، وقت برو کار شکنی کو، سر مشتری قول مقال کو، امضای کسی نکو، تو میخوای هم رنگ ازی شوی؟ خیلی بدبخت هستی. ازی که هر چی قرس و باشی خوب است. از رسوایی که که حقیقت می باشه نترس. از او آبروی بترس که خلاف حقیقت باشه. از او نام نشانی که خلاف حقیقت باشه. از او حیا کو بترس. بنان این جمله که ظاهرم خوب معلوم میشه، گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، این متعلق به جوانان ناسالم است. مثلا در یک منطقه میفهمین ماینه خانه میام میگه چرس، میگم بچه خدا ورده چرس، میگم شما در فلان جای کابل نمیشینی، میگم میشینیم دکتر صاحب، چی فهمیدید او جستیم زندگی میکنید؟ میگم میخه چی فهمیدی؟ میگم در یک مو 50 نفر از منطقه به میله آوردن، میفهمم کجا کدام مناطق چرس خیز است. چرسی نامش بوتی فقیری، نامش بد نگیری، نامش بد نگیری. بنان او چی کرده؟ او جوانا خودم رنگ جماعت ساخته رفته، دانه کوچه رفته کلی چرسی هم خودم رنگش ساخته، او دیگه اگه کم اومده خودم رنگش ساخته، کل کتلوی چرسی شده. چی شد؟ هم رنگ جماعت ساخت، اشتباه کرد، هم رنگ جماعت نشد. هم رنگ جماعت موتوی است که صبح تا شام بیش تلویزیون بیبی، غیبت کن، در تلفن مصروف باش، گپای ناق ناق بزن، خیلی خندی کن، نام بان سر مردم، دروغ بگو، دجان بزن. اینی هم رنگ چه؟ هم یک جملگه که دیگه هم هست میگه جماعتی که خودش ازار رنگ شده، هم رنگ کی باشی؟ بنان هم رنگ درستی باشین. یک جوان سالم نمیتواند همیشه مطیع جماعت باشد، زیرا جماعت همیشه در مسیر درست حرکت نمیکنه. ایتو نیست که جماعت همیشه در اطرام نیست که جماعت بیخید در مسیر جامعه رو است که خوب میباشد و تلاش ما و شما هم که جامعه خوب شود. فرد 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 خوب شد، جامعه خوب میشه، جامعه خوب میشه. مثلا همین ما و شما همی چستیم یک جماعت هستیم، دو ساعت ما برای تمام دوستا وعده داده میتونم، قسم خورده میتونم که اینجا کار بعد از دست کسر نزد. اگر انتشار پیدا کنه بله، وقت هر کسم رنگ جماعت باید شد، جماعت سالم. اگر نه جماعت همیشه در مسیر درست حرکت نمیکنه. جوان ناسالم به دلیل کمبود عزت نفس در وجودش، ترس منزوی شدن در جامعه، او خود چی میکنه؟ هر کار که اطرافیاش میکنه او هم قبول میکنه، سنفیاش از مکتب میگریزه او هم میگه، سنفیاش قماربازی میکنه او هم کسشان چی میکنه؟ قماربازی میکنه. بنان لطفا این کارا نکنیم و اعتیادای شدید متاسفانه انحرافات بزرگ از اینمی جمله سرچشمه گرفته که خود چی کردن؟ هم رنگ جماعت ساختن. بنان جوان سالم هیچگاه تحت تاثیر این چنین جمله نادرست قرار نمیگیرد و هم رنگ حقیقت میباشد. هم رنگ خوبی، صداقت، درستی، انسانیت و حقیقت میباشد. این که دیگه در این مورد چی فکر میکنه دیگه برش مهم نیست. کار درست، خوب، انسانی، اخلاقی و اسلامی خود میکنیم. دیگه خوب گفت چی خوب؟ نگفت برشان متاسف هستیم، ولی بازم ما کاری که خداوند متعال گفته، علم ثابت ساخته که درست است، انجام میده. 16 خودساز بودن، عنوان سمینار امروز ما، جوان سالم خودساز است، خودش خود است، خودش معمار زندگی خود، شخصیت خود میباشه، تعمیر شخصیت خود خودش جور میکنه. عزیزای دل من، تا اینجا ما رو دیگر ها ساخته، پدر، مادر، معلم، کاکا، ماما، رادیو، تلویزیون، دوست، رفیق، محیط، اگه خوب ساخته اگه بد ساخته نتیجه کار دیگر هسته. ولی از امروز خود ما میگیریم قیادته. بیادر اینی 10 صفت خوب برای ما ساختن، ولی اینی 15 صفت بد هم در وجود ما کاشتن. تعمیر شخصیت ما، تعدابش خوبش کرده، کلکینش خراب است، روشنندازش خوبش نیست، رنگش خوبش نکرده،
بیاین از امروز خودتان شروع کنی، خودتان بسازی. اگر تو کس پرسان کرد که تو در زندگیت یک هدف بگو، چی یک هدف حق داری بگی؟ بگو هدفم ساختن خودم می باشه. بزرگترین رسالتت بگو در زندگی چیز؟ بگو ساختن خودم می باشه. بس ساختن وطن نگویم، ساختن دیگر نگویم، نه هیچ، تو فقط خودت بساز، تو خودت بساز کل چیز ساخته میشه، تو خودت بساز کل چیز ساخته میشه، از خودت شروع میشه. گوش کنید، یکی از تفاوت‌های بزرگ میان انسان و دیگر موجودات، یک فرق داره انسان با کل موجودات. در تمام موجودات اول ماهیتشان شکل میگیره، باز وجود پیدا میکنن، یعنی یک پشک پشک به دنیا میاد. هیچ نوع درس کار نداره. سیمینار پشکارش میدین که یک پشک سیمینار رو بتبر دگاهش، کلشان پشک شدن خود به خود یاد داره، در نهادشان است. سیمینار پلنگارش میدین، گرگاره مرغاره که بیا قد 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 دگاره قد قد یاد بتنه، کل در وجودشان است. شکاره چیزی که باید بکنه است. حتی سیمینار درختارش میدین، یک درخت سر رو در جنگل بر دگاه لکچر داده بره، بادام بادام شدن یاد داره، زردالو زردالو شدن. وقتی تخم بادام در زمین، تخم دانه بادام، یک بادام که در زمین میمونی منتظر درخت زردالو استی؟ نه، زراعت بلد نیستی میگی ها. مذاق میگی، مذاق میگی، مذاق میگی. بنابراین اگر بادام غرض کردی بادام میه، حتی اگر بادام شیرین ماندی شیرین، بادام تلخ ماندی تلخ. ولی در انسان تو نیست. انسان اول وجود پیدا میکنه، بعدش ماهیت. یعنی انسان به دنیا نمیه، انسان شدن باید یاد بگیره. اگه انسان انسانیت یاد نتین، هر چیز شده میتونه غیر انسان. میگه گرگ همیشه گرگ به دنیا میره، گوسفند گوسفند. این انسان است که بعضی وقت گرگ به دنیا میره، بعضی وقت گوسفند. تغییر شخصیت. به می خاطر بر انسان کتاب نازل میشه، پیغمبر نازل میشه، معلمین اخلاق است، سمینار گرفته میشه که کار کنه سر شخصیت خود، مسیر یاد بگیره، بفهمه جوان سالم چی خصوصیات داره، اونا رو در وجود خود عملی کنه. حتی دیوانات مخالف امی نهادشان کار کنین، ماهیتشان تغییر نمیتونین بتینشانه. بسیار نادر است تغییر در وجودشان. چوچه مرغابی، تخم مرغابی را زیر مرغ میمانن که تخمای مرغ. وقتی چوی مرغابی میاد چند روز که مرغ میگردم، یا با که دیدم خدا دواب مندازن. او از او جست. داستان مشهور سعدی بزرگوار است که پادشاه شم گرفتن بر پشک یاده، وزیرش میگفت که کار غلط کردی، خلاف ذات ازی است. میگفت نه، تو رو زور میتکم این کار تانستیم. یک روزی کل قصر سوخ به خاطر که پشک موش دید، شمم از یادش رفت، پشت موش میدوید. بنان نمیشه. اما انسان شدن باید یاد بگیره، از گپ زدن، از نشته کردن، از شخصیت سازی. بنان سر خود باید کار کنیم و اینمی صفات خوبه که میگیم در وجود خود، چه قدرش داریم چه قیشه نداریم، در وجود خود بکاریم. بنان از این بگذاریم که ما دیگه مثل یک لوحه سفید به دنیا میم، ای که در او چی جور میکنیم، یک فرشته یا یک شیطان. ما مثل یک موم هستیم که از او یک ملائک یا یک الاغ جور میشه. کل از این ظرفیت ها هست. زندیاد علی شریعتی میگه انسان در بین دو بی‌نهایت در حرکت است. بی‌نهایت خوب شدن و رحمانی شدن و پاک شدن، جایی که بالاتر از فرشته ها میره، و بی‌نهایت بد شدن و پلید شدن، آنقدر ذلیل که از درنده ترین حیوانات کرده. هیچ حیوان شما دستان بالا کنید بگو فلان حیوان یک میلیون هم نوع خود قتل عام کرده. میشناسین؟ حتی هم نوع خود نه، مثلا بگو این شیرا آهوها را قتل عام کرده. نکرده. ولی انسان میلیون ها انسان به کشتن داده. دیگه موجودات اخوبان که جنگل ها را خراب میکنه، که حیوانات تفنگ گرفته 20 تا پرنده را دور خود جمع کشته. افتخارم چی یک عکسی هم کسی گرفته. هیچ حیوان قدر ذلیل نمیشه که انسان میتونه شود. به این خاطر این ظرفیت ما داریم، بیاییم که به عهده بگیریم خود ما شخصیت خود بسازیم. ابدوام داشتن باور درست نسبت به سرنوشت. جوان سالم از تقدیر و سرنوشت باور درست داره، باورش بیست که خداوند متعال برش حق انتخاب داده و به این خاطر ازش سوال میکنه.
توانایی انتخاب داره. اما جوان ناسالم تقدیر بهانه میکنه، کار بد کرده میره ولی تقدیر ما هم تر است، تنبل است ولی تقدیر ما هم تر است. تو بهانه میکنی، دروغ میگی، تقدیر برات یک توجیه بر تنبلی جور میکنی. تو تقدیرت با دعای با اقدام جور میکنی، خداوند بر تمور تعیین میکنه. هم بزرگی را گفتن تقدیر چطور؟ گفت شاید در تقدیر تامین نشته شده باشه که این انتخاب را بکن. تو جرأت گویی را بکن، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین میدهد حق آرزوی متقی. تو میخواهی خدا امور را برات میخواه، تنبلی بخواهی تنبلی فراوان برات میتخو کن. قومی بجد و جهد گرفتن وصل دوست، قومی دیگر اول به تقدیر میکنه. یک قوم تلاش میکنه وطن خدا میسه، یک ما ششتیم دنی تقدیر ما هم تو بدبختی رفتن نرفته بهانه میکنی. سرنوشت را از سر باید نوشت و در سر باید نوشت و توسط سر باید نوشت. عقل تا به کار بنداز، هدف جور کو، از خدا بخوای دهی را کمک و یاری بکنی، تا در غیر از او خدا فریب میتی. جوان سالم همیشه با پشتکار، اراده قوی و توکل به خداوند برای زندگی بهتر از قبل تلاش کرده و هیچگاه تنبلی را دلیل به تقدیر بد نمی‌سازد. اجدام مسئولیت پذیر بودن است. جوان سالم جوان است مسئولیت پذیر. مسئولیت‌های زندگی خود می‌پذیرد. مسئولیت چی مانا؟ توانایی رفع ضروریات، رفع احتیاجات، رفع خواسته ها. ما ضرورت داریم، احتیاج داریم، اگر میره رفع کردیم ما آدم مسئول هستیم. گرسنه میشیم نان حلال پیدا کردیم مسئول هستیم، تشنه میشیم ما به حلال پیدا کردیم مسئول هستیم، برای دانش خود، برای معرفت خود، برای شخصیت خود کار کرده رفتیم مسئول هستیم. اگر نکردیم ما مسئولیت نپذیرفتیم. جوان ناسالم مسئولیت پذیر نیست، جوان سالم مسئولیت پذیر است. ما مسئولیت پذیر به خاطر یک فهم در یک مربعک تشریح میکنم، میگم ما 4 نوع مسئولیت به نسبت یک جوان سالم باید بپذیریم. یک، مسئولیت های شخصی، برای خود درس بخونیم، ورزش کنیم، کار کنیم، شخصیت خود بسازیم، پیشرفت کنیم، صحتمند باشیم، عبادت خود کنیم. اول برای خود. دوم، مسئولیت های خانوادگی داریم. از خود که برآمدیم، دومین جایی که باید جور کنیم خانواده است. به برادر خود چی میتونم، به خواهر خود چی میتونم، به پدر چی خدمت میتونم، به مادر چی خدمت میتونم، خانواده. سوم، مسئولیت های وطنی اجتماعی است. ما بر اجتماع خود چی کرده میتونم. ولی از خود شروع میشه. نگفتم بری از اجتماع شروع کنی، اجتماع نگفتم بری اهل اجتماع را بسازید، خود بساز اجتماع ساخته میشه. اجتماع موتو هستیم، مجموعه موتو. بنان بر وطن چی میتونم، بر مردم خود چی میتونم، و بالاخره مسئولیت های الهی، اوامری که خداوند متعال گفته اجرا میکنم، از چیزی که منم کردم من کنم. اگر اینمی 4 مسئولیت پذیرفتید، دستت قابل بوسیدن است. اگر نه، یک جای کار میلنگست میشه و مسئولیت به اندازه میگیره جوان سالم. نه افراد، نه تفرید، نه بار خود به دوش دیگاه میندازه، نه ناحق بار دیگر را پشت میکنه. در وقت ضرورت بله، اگه کسی افتیده دستش بگه، اگه کسی پایش کسته پشتش هم که، ولی اگه کسی خودش پای را رفتن داره و تو پشتش میکنی، حماقت است، حماقت است. هم خودم مانده میکنی، امور تنبل بار میاری. مثل که در فامیلای ما و شما میکنه، پدر از صبح تا شام کار میکنه، جوان 19 ساله 10 بجه روز از خواب میخیزه، جوان 22 ساله جای خودم تو میمانه بیرون میبره. یاد نگرفتی مسئولیت ها به اندازه. مثالی که قبلا در این مورد گفت زدیم، مثل حرارت بدن است. 30 وفتش سیست، 40 وفت هم شما میموریم، 20 وفت هم شما میموریم. اندازه مسئولیت. این 4 مسئولیت رو بپذیریم. 19 اون واقعیت پذیر بودن، واقعیت ها رو میپذیره، خیالاتی نیست. محیط خود سنجش میتونه، شرایط خانواده خود سنجش میتونه. بعضی وقت ماینه خانه می جنگ و دوار در خانه انداخته به من موتر بخره، پدرش حضور میکنه میگه به خدا دکتر سو نان خوردن به مشکل پیدا میکنه، میشه از به من موتر یا موتورسیکل بخره، از کجا کنه؟ یا همت خانما سرشور یک رقم فرمایشی داره، همت شکسپیر میگه خانما از خداوندی به این بزرگی یک تا یک شور میخواد، خدا یک شور، یک تا یک شور خداش. باز از یک شوهر بیچاره کل دنیا رو میخواید. واقعیت های زندگی رو بپذیرین. در افغانستان خیالات اروپا رو در سر نداشته باشین. زندگی فیلمی رو در چیزی که در تلویزیون و سریال میمونه او رو در خانه میخواید تطبیق کنه. او نیز در زندگی خود از هم بچه ها فیلم و سریال، برای فیلم ها مورقم نیست.
واقعیت ها را بپذیر. جوان سالم کسی که واقعیت های زندگی را پذیرفته و خود را فریب نمیده، میپذیره زندگی سختی داره، رنج داره، درد داره، قوی باید شویم، تار بودش با سختی است، محدودیت داره، محرومیت داره. اینجا هتل 5 ستاره نیست، اینجا برج خلیفه نیست، فرمایش داده بری نانا رو بخوری از بالا کل جای سعی کنی پیسه تام کاکایت بده تام چکر بزنی در دبی، اون رقم نیست. اینجا باید کار کنی، قوی باشی، مخصوصا موتوی که اولاد غریب هستی. کسای پول باد هوایی آورده است، شرکت ها قراردادی گرفته 5 میلیون مصرف کرده، 1 میلیون 4 میلیون مانده، نامش هم حلال مانده، او خطش علایده است. بنان این اشخاص روز بر روز خود را با وقت زنده تطابق داده، خیالاتی نمی باشد. اما یک تعداد جوانان ناسالم هیچ گاهی خود را در زندگی واقعی نمی بینند، توقع دارند تمانند شخصیت سریال ها و فیلم ها زندگی را پیش ببرند، توقعات بیجا دارند، در خیالات زندگی می کنند. اما حقیقت این است که زندگی پر از سختی ها و چالش های گوناگون است و تنها جوان سالم می تواند این چالش ها را به راحتی از صدرای خود عبور بده. بیدل بزرگوارم چیزی گفته، زندگی برگردنم افتاد، بیدل چاره چیست؟ چار باید زیستن، ناچار باید زیستن. نیک علا نشد خودکشی میکنم، خودکشی چرا میکنیم؟ ما تو مسلمان هستیم، اجازه نداد از اینکه در کار پلیدید نیز در زندگی، هر کس امکان داره خدا بخشه خودکشه نمی بخشه. چرا خودکشی تو پیشروی اصلاح شدن تا میگیری؟ بنا نکنین. انسان از تولد تا مرگ با چالش ها و سختی ها روبروست. بنان یک تعریف زندگی از زندگی عبارت از حل مکرر مشکلات است. مشکلات را باید حل کنیم. و بیستم، جوان سالم با اخلاق از دوستای نازنینه. اخلاق در دو معنا به کار میره که اخلاق جمع خلق گفته میشه. خلق خوش داشته باش، مهربان باش، لبخند در لبت باشه، نگاه تحقیرآمیز نداشته باش، گپ بی جای کسی را نگو، الفاظ زشت نگو، خوب برخورد. ولی دوم، اخلاق در معنای یک سلسله بایدهای زندگی است. با ادب فرق داره. جوان سالم با ادب هم است، اما ادب با اخلاق فرق داره. ادب از یک اجتماع تا اجتماع دیگه، از یک مقطع تاریخی تا مقطع دیگه فرق میکنه. مثلا ادبی است که منظم بشی، چارزانو بشی، کلانا گپ میزد تو گپ نزنی، ادب است. اما اخلاقی است راست بگو. و از ادب که در ارزش اخلاق بالاست. به این خاطر ضرب المثل داره، می کج بشی راست بگو، بی ادب باش ولی اخلاق زیر پای نکن. ولی بسیار مقبولش ایست هم راست بشی هم راست بگو، هم با ادب باش هم با اخلاق باش. اخلاق چی است؟ عادل باش، ظالم نباش، ای اخلاق است. راستگوی باش، دروغ نگو، احترام بر ارزش بر انسان قائل باش، صرف نظر از پولش، چوکیش، مقامش، با سوادش، بی سوادش، انسان باشه برد. با محبت برخورد کن، خدا، فامیل، مردم، طبیعت، خداوند متعال، همه گیره دوست داشته باش. در یک صلح به سر ببر، کینه نداشته باش، کدورت نداشته باش، دشمنی نداشته باش، حسادت نداشته باش، بدخواهی نداشته باش. مشورت کو در کارها، آزاد و آزاده باش، نه نوکر کس باش، نه بادار کس باش، نه خر باش، نه خرسوار باش، پیاده رو باش، مسئولیت خود بگردن بکی. واژه اخلاق جمع خلق به معنای خوی، خصلت و شکل درونی انسان می باشد. جوان سالم کسی که اصول اخلاقی را با وجه احسن رعایت می کند. یکی از مهمترین اصول اخلاقی صادق بودن است. متاسفانه دروغگویی یک مزل بسیار خطرناک در جامعه افغانی است. تا دروغ بیافیم راست نمیگیم. یکم تا کراس میگه بفهم دروغش خلاص شده متاسفانه. با کمال تاسف میتوان گفت رعایت نکردن اصول اخلاقی یکی از بزرگترین عوامل بدبختی جامعه ماست. اگر از ما بگویید جامعه چرا خراب میشه؟ اخلاق اقوام روزگار به اخلاق زندن. قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. وقتی اخلاق از یک جامعه گم شد تو حتماً خراب میشه، حتماً خراب میشه. بنان عامل بدبختی ما بی اخلاقی است و بی اخلاقی ما را به صورت به سمت انحرافات میبره. خوش اخلاقی صفت نیکو است و زندگی را به کام خود ما و دیگران شیرین میکنه. جوان با اخلاق انرژی و احساس خوبی را به دیگران منتقل میکنه. خوش اخلاق بودن نه تنها باعث میشه دیگران بیشتر به شما احترام بگذارن، بلکه بالای روان خودتان هم تاثیر. وقتی راست میگی خوش خودتان میایید. خوش اخلاقی سرمایه گذاری است که حتی یک سرمایه گذاری است که حتی یک افغانی مصرف نداره. هم یک عزیز میگه بی سرمایه برتون بی پول سرمایه گذاری، این یک بی پول سرمایه گذاری نمیست. با ادب، ادب تاجی است از گنج الهی، بنه بر سر برو هر جا که خواهی.
خودش گنج است. ادب و اخلاق داشته باشی بردی. پس بیایید با خوش اخلاق بودن زندگی خود و اطرافیان خود را شیرین بسازیم. جوان سالم همیشه با اخلاق نیکو و زیبای خودش خود را در قلب دیگران جای داده و الگو برای جوانان سالم میباشه، مثل که اینمیره بیان میکنه. یک جان سپاس، زنده و سلامت باشید.